هموطنان عزیز سلام، امید جور صحتمند سرحال باشین. در هر گوشه کنار افغانستان کسیم، چی در داخل چی خارج از کشور، و مهربان میدیا خوش آمدین. قسمی که شما میبینین در کجاستیم نبیلا جان؟ در نمایشگاه هستیم. اول سلام، در نمایشگاه هستیم. نمایشگاه است که در شهر کابل داخلی. تولیدات داخلی هست در شهر کابل برگزار شده. بیرون از افغانستان، یعنی از کشور ازبکستان آمدن، دوستای آمدن. دیگه امروز برنامه یک ذره جالبتر به نظر میرسه. باش ببینیم که تا آخر برنامه چی خواهد کردیم. من نبیلا چون نگفته نمون اما قسمی که شروع برنامه است میبینیم تمامش خانم ها صنایع دستی تافله. جای بسیار خوشبختی است. دوستای عزیز تا آخر برنامه با ما باشید. چینل ما را سابسکرایب، لایک، شیر کنید. نقش برجسته و برازنده داره خدمت یک آیک شما و متشبسین خصوصی، تجار و سرمایه گذاران ملی و برگزار کنندگان محفل و به وزارت محترم صنعت و تجارت که رئیس صاحب مالی و اداری وزارت تشریف دارن، ضمن سپاسگزاری مجددا تبریک و تهنیت عرض بکنم و این دستاورد برایشان سرآغاز موفقیت های در آینده پیش بین باشه. و از برادر عزیز ما، گرداننده عزیز ما که واقعا با دکلمه شعر زیبایشان محفل امروز آغاز کردن، از اینا سپاسگزاری میکنم که در این زمان که یک گرداننده هستن قریه شعری و ادبی دارن، آینده درخشان برشان میخواهیم. ما کوتاه دیداری که با تعدادی از صنعتکاران کوچک در نمایشگاه داشتم، واقعا یک روزنه امید برای توسعه و پیشرفت صنعت داخلی در افغانستان در سای مختلف وجود داره. ما امیدوار هستم که در یک مساعی مشترک باید اظهار کنیم به اینکه بدون سکتور خصوصی ما نمیتونیم به تمام اهدافی که ما در از طرف وزارت صنعت و تجارت و در کل از طرف حکومت داریم، بدون سکتور خصوصی به اهداف رسیده نمیتونیم. و ما شما شاهد بودیم که از زمانی که جناب محترم نثار احمد قوریانی وزیر صنعت و تجارت از روز که آمده در وضعی وزارت صنعت و تجارت برای تمام اعضای سکتور خصوصی باز شده و مدت 3 ماست که ما تنگ و تنگ با سکتور خصوصی یک جای کار میکنیم و نزدیک با مشوره هایی که با اونا داریم ما پیش میریم. شاید مذاکرات بودیم که ما در اخیر داشتیم با پاکستان، کم شاید بود که ما تمام مشکلاتی که از سکتور خصوصی بود جمع‌آوری کردیم، از پیش خودشان گرفتیم و اول بردیم با میز مذاکره با پاکستان بودیم که خوشبختانه دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم و عنقریب دستاوردهای بزرگ دیگر هم نیست خواهیم داشت. خب زمانی که ما میگیم همکاری با سکتور خصوصی، ما یک مکلفیت وزارت صنعت تجارت نه بلکه مکلفیت حکومت است، چون نظر به قانون اساسی کشور ماده 10، 11، 12 و 13 قانون اساسی بر ما ذکر کرده و مکلفیت دانستن که تا با سکتور خصوصی در قسمت رشد اقتصادی و در قسمت رشد تجارت ما کار کنیم. که همواره ما تلاش خواهیم کرد که ما با شما در این قسمت کار کنیم و یک نوید بسیار خوب ما میخواهیم برای تمام کسایی که اینجا آمدن از تشبثات کوچک که کارهای خود نو آغاز کردن برشان بدیم که وزارت صنعت تجارت ان قریب کار برچه انگیزن بگونگ جنرال اکسپو کمی یگران بر افغانستان خلقارا سودا یر مرکز ده کورب درگانمزدن ممنونمز. البته بو یرده وطنمز O'zbekiston nomidan ishtirok etish biz uchun quvonchlidir. O'zbekiston va Afg'oniston azaldan qardosh mamlakatlar hisoblanadi. O'zbekiston asrlar davomida Afg'oniston bilan eng yaqin qo'shnilardan biridir. Do'stlik va yaxshi qo'shnichilik rishtalari diniy e'tiqod, urf-odatlar bog'lab turadi. سلام و تمنیات خود در خدمت همکسبای خود تجار مهمانان گرامی تقدیم می کنم و در ضمن
پیامی که اینا از طرف مردم ازبکستان از اتحادیه صادر کننده های ازبکستان دارن برای شما برات میکنم. ازبک و افغان خلقلاره اوزارا برادر دردلار همده بو ازاق تاریختن بیان اوز اثباتن تابب کلمقده دار. ما نمایشگار افتتاح میکنیم که افغانستان در یک شرایط بسیار ناگواری به سر میبره، از ترور، اختطاف، انتحار. فکر میکنم که یک جنگ تمام عیار وجود داره در کشور. فکر میکنم که بعضی از کشورها استخبارات منطقه دست به دست هم داده تا که تمام فشارهای اقتصادی سیاسی خود برای مردم و سرمایه‌گذار و صنعتکار ما تأمین بکنم. ولی زمانی که ما در نمایشگاه میاییم امید میبخشه به ما. هنوز سرمایه‌گذارهای ما هست، هنوز صنعتکارهای ما هست، هنوز تاجر ما هست. اینها هست که برای استقلال اقتصادی افغانستان، برای رشد اقتصادی کشور، برای توسعه صنعت و تجارت افغانستان بازم امید میبخشم. و امیدوار هستیم که این امیدها به ناامیدی تبدیل نشود. سرمایه گذارهای شما مصمم است در کشور سرمایه گذاری بکنند و با وجود تمام تهدیدات مشکلات ما هر سال بیش از 100 فابریکه تازه تأسیس در شبکه فابریکات ما اضافه میشه. تجارت ما، کاروبار ما جریان داره. این جریان اقتصادی هنوز هم کسای هست که گرداننده از این هست، ولی دستای هست خدا داشته های خود به نمایش بگذارم. و امروز از صنعت افغانستان، صنایع دستی افغانستان دستاوردهای هست که اینجا به نمایش گذاشته شده که صنعت ما امروز صنعت دیروز نیست. ما امروز صنعت افغانستان حرف به گفتن داره. امروز ما در 30 سکتور به خود کفایی رسیدیم و ما خواهش ما از کشورهای دوست و برادر، خصوصا کشور دوست ما ازبکستان که امروز رئیس خلیج تشریف دارد، بخش از سرمایه گذارای ما که در افغانستان وجود هست میخواهد سرمایه گذاری بکنند. ما پیام به ایزیایی است که انشاءالله افغانستان خواهد رسید به یک سل ثبات پایدار. ممکن است این خزان هم میگذره، بهار پیش رو خواهد بود. در حال حاضر در بخش زراعت افغانستان، در بخش معدن افغانستان، در بخش صنعت افغانستان ما فرصت‌های خوب سرمایه گذاری داریم. امیدوار هستیم که از این فرصت‌ها استفاده شود. دوستان ما بیان مشترک با سرمایه گذارهای افغان خود سرمایه گذاری بکنم. و ما خواهشم از دولت جمهوری اسلامی افغانستان از یک طرف تشویق به سرمایه گذاری، از طرف دیگه می‌بینیم که یک ریاست، یک مدیر، یک رئیس، یک بخش مانی رشد سرمایه گذاری میشه. مجا داره که وزارت صنعت و تجارت جناب قرانیس واقعا میخواه با یک احساس ملی کار بکنم. دروازه ها رو باز کردم. تمام مواردهایی که ما پیشنهاد میکنیم میشنوه. این تنها نمیتونه وزارت صنعت و تجارت به تنهایی خود کار بکنه. اینجا وزارت های دیگه دخیل است. اگر بحث امنیت است، امروز باور کنین خدا شاهد است که بخش از صنعتکارای شما، تاجرای شما تهدید میشه، تهدید به مرگ میشه، ولی بازم مصمم از کار میکنم. امروز بحث کوچکی مالیات اگر به وجود میاد که بسیار به آسانی حل میشه، باید ما منتظر یک طرز العمل باشیم که طرز العمل چی وقتی باز شود تا که تاجر و سرمایه گذار ما بتونه کار بکنه. اگر بحث زمین هست یک چالش است، بحث برق است. ممکن است که طرز العمل وزارت صنعت و تجارت داشته باشه. ما باور کنید نمی در حال حاضر که با شما صحبت میکنیم به خاطر بی برقی بخش از فابریکات ما پرچه است. فابریکایی که اومده میخواد سرمایه گذاری کرده اینا را کس برق نمیده.
آیا با چنین شرایطی کار کردن مشکل نیست؟ ما امیدوار هستیم که اولویت دولت افغانستان تمام وزارت‌های سکتوری سرمایه گذاری باشد، جذب سرمایه گذاری باشد، توسعه صنعت فعلی ما باشد که بخش از صنعت ما متاسفانه اینها دوچار مشکل هست، بخش از اینها متوقع یعنی در حال رکود هست، پیش روی قاچاق گرفته شود، هم عواید ملی ما کاهش یافته، هم صنعت ما متضرر شده. چرا قاچاق میشه؟ علنی قاچاق میشه. Thank you.
پیش ما آقای شیا صاحب هستن، آقای شما مصاحبه دارم و میخوایم از شما پرسان کنم در خاطر تبلیغاتشان و معلومات میخوایم از شما. سلام شیا صاحب، خوش آمدید. سلام صاحب. میشه شما بر من بگوین این فابریکا چه وقت میشه که جور شده و تولیداتش چقدر است؟ تشکر، اول خوش آمدین. اتحادی فابریکات زو به افغانستان متشکل از 50 فابریک است که در افغانستان فعالیت دارند و بیشتر از 500 میلیون دلار در این بخش ما سرمایه گذاری کردیم و انواع و اقسام آهن‌آلات را که شما میبینین قبلا از بیرون از افغانستان میامدن و امروز الحمدلله ما ایراد داخل افغانستان با استاندارد ها و معیارهای جهانی داریم میکنیم و بیشتر از 5000 فرصت های شغلی را ایجاد کردیم و تقریبا در حدود 80% مارکت افغانستان ما کور کردیم. پلان بعدی تان چیست؟ یعنی دامنده ها چی پلان دارین؟ چی هدف ها دارین؟ خب در کل هدف اساسی و پلان که در آینده داریم ایست که ما میخواییم افغانستان بی نیاز از واردات بسازیم، یعنی آن چیزی که مردم افغانستان نیاز دارن خصوصا در بخش ساختمانی و در سکتور آهن‌آلات ما میخواییم همه اینا را در داخل خود افغانستان تولید بکنیم و دیگر احتیاج و محتاج به کشورهای همسایه و بیرونی نباشه. بیشتر تلاش ما به ایست و حکومت افغانستان هم تلاش بکنم تا بیشتر جلب سرمایه گذاری ها را در داخل افغانستان بکنن. امروز شما میبینید که فقر به 90% رسیده و میزان بیکاری تا مرز 10 میلیون جوان بیکار ما داریم. فقط مسیری که میتونه این مشکلات حل بکنه بس سرمایه گذاری هاست. هر قدر بیشتر سرمایه گذاری در کشور صورت بگیره به اون پیمانه ما مشکلات فقر و بیکاری را گلیمش از داخل افغانستان جمع میکنیم. بنان ما امیدوار هستم که با آمدن فصل جدید و آمدن سال در افغانستان فرصت های خیلی کلان سرمایه گذاری چی در بخش معدن، در سکتور زراعت، در سکتور انرژی و در تمام سکتورهای دیگه فرصت های خیلی زیادی است که میتونه جلب سرمایه گذاری خارجی و داخلی را بکنه. فقط مشکلی که فعلا در افغانستان موجود است بس امنیت است. اگر امنیت تامین شود ما امیدوار هستم که باز در این فرصت مشکل بیکاری و فقر در افغانستان کاهش پیدا می کند. Buni yaqqol dalil sifatida bugungi kundagi O'zbekiston bilan Afg'oniston o'rtasidagi savdo aloqalarini rivojlanib borayotganligini biz ko'rishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan aytmoqchi bo'lganim shuki, bugungi kunda Afg'oniston bozoriga aynan O'zbekiston mahsulotlarini yanada ko'paytirish, yanada ko'plab har xil turdagi mahsulotlarni eksport qilish maqsadida bizlar tashrif buyurdik. Tashrifimizning mana birinchi kuniyoq mana bugun ko'plab tanishuvlar davomida tadbirkorlarimiz, nashi bizning biznesmenlarimiz tomonidan o'zining ishlab chiqarilgan mahsulotlarini namoyish qilishyapti va bu o'zining navbatida yaxshi bir natijalarga erishadigan umiddamiz. Bu albatta Afg'oniston bugungi kunda ko'plar o'ylashi mumkin Afg'onistonda shunaqa bir jarayon bir deb o'ylashimiz, lekin biz o'z ko'zimizdan ko'ryapmizki bu yerdagi tinchlikni, bu yerdagi osoyishtalikni, xalqni farovonligini biz yana bir bor ko'ryapmizki, biz o'ylaymizki yaqin yillarda Afg'oniston ham bir sanoat rivojlangan davlat qatoriga qo'shishga biz tilakdoshmiz va biz buning uchun qo'shni O'zbekiston xalqi nomidan, O'zbekiston tadbirkorlari nomidan shuni aytamizki, biz doim birodarchilik saqlab qolamiz, do'stlikni. Kundagi Afg'oniston ochiqni aytish kerak, juda katta bozor. Bugun 38 million aholi bor. Mamlakat bir tomoni Pokiston, qarib 200 million aholi. Bir tomonida Eron Islom Respublikasi. Ya'ni biz O'zbekiston mahsulotlarini Pokistonga chiqarish uchun bizga baribir tranzit sifatida xizmat qiladi Afg'oniston hududi. Shu nuqtai nazardan aytmoqchi bo'lganim, biz Afg'oniston bilan tinchlikka tinchlik barqarorlik bo'lsa, biz savdo aloqalari rivojlanadi. Doim mana shu bordi-keldichilik, qo'shnichilik, birodarchilik faqat rivojlanadi. Bu biz uchun bizning tadbirkorlarimiz va bizning biznesmenlarimiz ham bundan manfaatdor. شکر طوری که شما آگاهی دارین و
قبلا هم در مورد معلومات خواه داشتین. سکتور مقداری افغانستان یکانه سکتور است که در بخش تولیدات گوشت مرغ و تخم مرغ فعالیت میکنند در افغانستان و الحمدلله در این سکتور بیشتر از $1 میلیارد سرمایه گذاری شده و امروز شما شاهد از این در این نمایشگاه که شرکت های متعددی از مقداری افغانستان که بیانگر تولیدات داخلی کشور است در این اشتراک کرده و ما توانستیم اتحادیه سراسری تولید و پروسس مقداری افغانستان تا نیازمندی های مردم افغانستان از نگاه تولید گوشت و تخم مرغ تکافو کنند. تولیدات تنها در شهر کابل است یا در ولایت های افغانستان هم هست؟ یا بیرون از افغانستان؟ تولیدات ما فعلا ما در سطح افغانستان فعالیت داریم. در تمام ولایتی که آب و هوای و اقلیم مساعد برای مقداری داریم ما فعلا در 17 ولایت اتحادیه ولایتی داریم و در ضمن و خود مرکز اتحادیه یا دفتر مرکزی اتحادیه ما در کابل هستند. بله، ما در 17 ولایت اتحادیه ولایتی داریم که در بیشتر از 10,000 فارم در تمام ولایت افغانستان موجود است. رحمان رحیم و لطیف پژواک هستم، نویسنده کتاب کودک و قرطه مربوط به مؤسسه فرهنگ هنری طاووس است. مؤسسه طاووس به شکل تخصصی برای اطفال 4 تا 7 سال کار میکنه و این را میفهمیم که مهمترین قشر جامعه اطفال هستند و ما به بخش فرهنگ سازی برای اطفال کار میکنیم. فکر ما این است که اگر اطفال کوچکی ساخته باشه ذهنشون وقتی که بزرگ بشن دیگه ما اونقدر مشکلات نمیداشته باشیم. کتابای کیجی است، کتابای شعر است برای اولین بار، شعرهای آموزشی است برای اطفال 4 تا 7 سال، کتابای کمک آموزشی است که هم به زبان مختلف عربی، انگلیسی، کتابای کامپیوتر، ریاضی، اما به یک شکل کاملا متفاوت با چیزی که در بازار هست فعلا نه. کتاب مثل ازی که تئاتر موزیکال است، یعنی یک داستان موزیکال است که صوت از زیر پله میکنه طفل به یک داستان، روند از به شکل شعر است و میتونه طفل یاد بگیره. کتاب شاپرک سبز است، 20 جلد است که 4 جلد از ترانه عمومی است، 4 جلد دری به زبان شعر است، 4 جلد ریاضی به زبان شعر است، 4 جلد حیات وحش و طبیعت است و 4 جلد هم ولایت افغانستان و آبیداد تاریخی به زبان شعر البته برای اطفال 4 تا 7 سال. اسام در فروشات عمومی مسئول زمان ابی وسام شرکت په جلال آباد کې موقعیت لري په 114 جریبه ځمکه کې او په دې کې تقریبا 400 کارګر موږ سره کار کوي په درې بخشونو کې چې چکشي د چرګوړو ماشين لرو اچلی ورته وای او د اگي د کورنی تولیداتو په اړه بخش کې او د چرګانو د دانه تولید کې موږ درې تولید لرو موږ درې بخش کې. عزیز شما را خوش آمدید میگم به مهربان میدیا. قسمی که شما میبینین ما در یکی از جاهای استاد هستیم که صابون وطنی است، البته که ساخت وطن ماست، ما افتخار میکنیم و از جنابشان میشنویم خودم به ما معرفی کنه و به شما سلام، وقتون بخیر. سلام، وقت شما بخیر. میشه خودم معرفی کنین؟ بله، اسم از زبیولات توخیستک، مسئول فروشات صابون ارغند در افغانستان هستم. توخیستک، میشه به ما معلومات بتین کی صابون در افغانستان ساخته میشه، موادش چی است، کیفیتش چیگونه است و مشتری دارین یا خیر؟ بله، این در افغانستان ساخته میشه در ولایت قندار و این کلش کار دست است، کمرای دستی کل جور میشه، در ظرف یک ماه یک صابون ساخته میشه، در ظرف یک ماه طول میکشه. بله، و این کلش مثلا این صابون است که صابون از شیره انار جور میشه، از روغن شیره انار جور میشه که در ظرف یک ماه ایره تکمیل میکنن و کلش کار دست است و دست ساخته میشه و این مفید است یا خیر؟ و بله، این برای جلد، این صابون انار که است برای جلد چرب مفید است که جلدش چرب باشه از استفاده میکنه. ما تم بادام داریم مثلا از الویرا است، هر کدامش برای خود مشخصات مختلف خود داره. بله، طبیعی است، چیزی که میکل امراش میکس نیست. بسیار خوب، میشه بگوین چقدر کارمند امراش شما مصروف کار هستن؟ تقریبا در حدود 50 الی 60 خانم در کارخانه ما کار میکنن و مستقیم و غیر مستقیم که در اطراف شیره انار و بادام یاره که جمع میکنن در حدود 500-600 خانم ها در غیر مستقیم امراه ما چی هستن. بسیار خوب دوستای عزیز، واقعا بسیار جای خوشی است که تمامش کارمندایشون خانم ها هستن
و تولید وطن امو که میگه افتخار وطن. جناب توخی صاحب، پیامتون بر دولت چیز، بر هموطنانتون چیز که آیا از تولیدات خود استفاده کنن یا خیر؟ یک چیز دیگه من ذکر کنم، پیام برتون میگم، یک چیز مهمی است که این صابون ارغن کس ما صادرات به امریکا و کانادا هم داریم. شما در جیان باشین، بی بی سی و طولونی سرجا راپورت جور کرده بودن که ما صادرات از این به امریکا و کانادا هم داریم و داشتیم، هم سابقه هم داشتیم. بله، و پیام ما به ایست که از دولت میخوایم که امرای تجارت پیشای کارخانه کمک کنند تا ایر تولید وطن ما، ظرفیت وطن ما بلند بره و تا از چیزای وطنی ما استفاده کنیم، از ملکای همسایه و چیزای کیمیکال جلوگیری شه و چیز طبیعی است. و ای در شهر بازار پیدا میشه؟ بله، ای در سوپرمارکت های مثل فاینست، ای بی سی و کفایت و باز سوپرمارکت هایی که بسیار کلان در اونجا پیدا میشه. دقیقا دوست عزیز، تولید وطن افتخار وطن، از تولیداتون استفاده کنین، هم و هم خرما و هم ثواب. تا آخر برنامه با ما باشید، چیزهای جالب براتون نشان میدیم. چینل ما رو سابسکرایب، لایک، شیر کنین. منتظر نظریات شما هستیم. خوش آمدین. یک دوست ازبکستانی خود پیش خود داریم، از شان درباره مسئول ازبکستان معلومات میگیریم. دیگه امرای ما باشین. اولا خوش گلیبستیز. رحمت رحمت. وزیزه مینگه تنشتری؟ من اسم روشن دادابایف. من دانخو خولدینگ خادم بولمان. بزن زاود 2005 yildan beri ishlab chiqarish, oziq-ovqat ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Hozirgi kunda bir 30 xil mahsulot ishlab chiqaramiz. Shu jumladan har xil souslar va makaron mahsulotlari ishlab chiqaramiz. Yaxshi. Bu mahsulotlaringizni yakka Afg'onistonga sotib qilasizmi yo boshqa mamlakatlarga ham? Boshqa joylarga ham jo'natamiz. Endi hozir ilk bor birinchi marta Afg'onistonga ham taklif qilib ko'rdik. Xudo xolasa hozir mana kontrakt bitta tuzishga yo'l tutyapmiz. Xudo xolasa o'xshasa. Nima hissiyotingiz bu Afg'onistonga keldingiz, mas'ullaringizni olib keldingiz? O'z hissiyotingizni ayting. Yo, Afg'oniston endi hozirgi paytda shu qiyin ahvolda ko'tarilib, sekin endi yordam sifatida biz ham boshlab yordam berishga harakat qilyapmiz. Sababi hozirgi ichki bozori ham bo'shroqda. Shuning uchun uni to'kkamillashtirish kerak baribir. Sizni bu fabrikangizda necha nafar ishlaydi? Fabrikada 200 dan oshiq odam ishlaydi. Bizni hammasi erkakmi yo ayol ham bormi? Erkak. Erkaklar bormi yo ayollar ham bor, erkaklar ham bor. Xo'p, chunki Afg'onistonda bu ishlar kamroq. Nega? Erkaklarni ko'p ishlaydi, ayollar kam. Yo'q, bizda ayollar ham erkaklar ham. Prosta ishi ham ayol kishi qiladigan ish ayol kishi qiladi, erkak qiladigan ish erkak ish qiladi. Lekin hamma ishlaydi. Bizda agar 200 ta odam bo'lsa, 280 tasi ayol kishi. Direktorim, rahbarim ayol kishi. Juda ham yaxshi. Do'stlar, Mehribon Media ina megan ke in mas'ul xuda birun az Afg'oniston ham chi mekunan va avvalin bor ast ke da Afg'oniston in mas'ul xuda avordan ke az jumla makaroni u osh u kichip u chizo hasta va megan da in holat sharoit kharob da Afg'oniston omadim mega besyor خوش هستیم میگن. میگم اولین بار از چون در این شرایطی که در افغانستان است، اولین بار است که ما آمدیم، مسئول خدا میگه در اینجا پیشکش میکنیم و در شرکتی که اینا هستند تقریبا از 200 نفر به بالا کارمند دارن که هم خانم است هم مرد است. هم یک چیز بسیار جالب برم گفتن رئیس خودمون یک خانم است. دیگه بسیار خوش هستم از این و اینا بسیار خوشی کردن که در افغانستان آمدن. دیگه میخواین که مسئولات خود در افغانستان رونق بدن و میخواین که افغانستان از مسئولاتشان استفاده کنن و بفهمن که امی دوستشان یعنی ازبکستان هم یک مسئول بهتر را دارن. این تولیدات طبیعی خود مردم ازبکستان هستن. دوستای عزیز، دوستای مهربان میدیا، یک خواهر گرامی خود پیش خود داریم، درباره مسئولاتشان، درباره چیزای وطنی ازشان پرسان میکنیم. با ما باشین. سلام خواهر عزیز. سلام علیکم. میشه خودم معرفی کنین؟ سیده میریستم. خوشحال شدم خواهر قند. میشه درباره مسئولاتتان بر ما بگوین؟ کار دست خودتان است یا کارگاه دارین یا شاگرد دارین چطور؟ بله، کاملا کار دست خودماست. اگه کارگاه کوچک داریم کار پیش میبریم. جای خواب اطفال است و فرشای دیزاینی. فقط جای خواب اطفال و فرشای دیزاینی یا دیگه چیزها هم هست؟
بله نه شامل بعضی چیزای دیگه میش، تنها جای خواب ما 3-4 دیزاین و 3-4 سایز میباشه، خرد کلان بر تخت و قابل انتقال و همچنان فرشای دیزاینی است، پای پاکاست و این چیزای دیزاینی دیگه است که برای چوکی و اینام کار میته و بر سیت موتر اینام استفاده میکنن و همچنان میشه که ازی برای پشتی کوچ هم استفاده کنن. بسیار خوب. خواهر عزیز، شما برامون گفتین که کارگاه بسیار کوچک دارین. در کارگاه کوچکتان چند نفر هستن؟ یعنی برای فعلا تقریبا 7 نفر هستیم. این کاربار رو نوش آغاز کردیم، انشالله بخیر وسط میبخشیم. خب یعنی این کار دسته 7 نفر هستید، در یک کارگاه بسیار کوچک هستند. دوستای عزیز، در یک کارگاه بسیار کوچکشان 7 نفر هستند و این 7 نفر بسیار هنرهای زیبایی هم جور کردن، بسیار کارهای دسته مقبول. دیگه از مسئولات وطنی عزیزا استفاده کنین، دیگه مسئولات وطنی، کاردست همشیرهای ما، کاردست خواهرهای گرامی ما که زحمت میکشن، وقت میمانن و وقت خود ضایع میکنن، هم کار خانه و هم همچنان کاردستی های بسیار زیبا و مقبول. از مسئولات وطنی استفاده کنین، مسئولات وطنی از خود ماست، کاردستی خود ماست، به مسئولات ما رونق بتین. دیگه دوست عزیز بسیار زیاد تشکر. خواهر عزیز خوشحال شد از شما، زنده باشید. تشکر. دوست عزیز واقعا خوشم آمد، کار دست است و اصلا چیزی به گفتن ندارم، بسیار مقبول جور کردن. البته کار صنایع دستی است، میرم از خودشان میپرسیم که چقدر وقت شده این کارگاه را ایجاد کرده، واقعا کار خلاقی کرده. این فکر کنم گوزدانیست و چاکلیت دانیست. سلام، وقتون بخیر. سلام، تشکر، شما خوب هستین؟ سلامت، تشکر. واقعا من بسیار خوش شدم وقتی که همچون صنایع دستی از خانم ها میبینم. میشه معلومات بدین از ایجاد که شما این کار کردین؟ واقعا کار بسیار فوق العاده است، واقعا خوشم آمد. تشکر، زنده باشین. یک سال شده که کار دست گرفتیم، کار دستی است بسیار. دقیقاً بعضی ها که زحمت داره، اما برای کشور خودمون، خودمون با دستای خود میسازیم، دخترها جمع میشن دیگه. میشه بگین چقدر خانم ها را شما گرد هم جمع میکنین و چقدر سرمایه گذاری کردین؟ و یک این گلدان هست، نمیفهم چیه؟ نظر به سلیقه است. بعضی ها ما گفتم چاکلیت دانی، چاکلیت دانی، بعضی ها وسایل آرایش میمانند، بعضی ها همین دخترها که اشتکای دوست دارن بگیرن در دستشون. این دیگه نظر به سلیقه شخص است دیگه. مثلا اگه آقایان اگه ایره بگیره از بر چی استفاده کنن؟ این آقایان دیگه همین شب روز عاشقان بدن به خانومشون تا دیگه بسیار دقیقاً میشن. دقیقاً تقویت قلبی است که در افغانستان دلها شکسته است دیگه، باید از اینا استفاده کنن، بسیار دلشون شاد شون. خانم های افغانستان هم که بسیار به محبت نیاز دارن. دقیقا. میشه بگوین چقدر خانم ها امروز شما کار میکنن و چقدر سرمایه گذاری کردین و چی باعث شد که دمچو نمایشگاه اشتراک کنین و پیامتون به هموطنانتون به حکومت چی است؟ ما خانم های 15 خانم هستیم که اول اینا رو با مشورت خود یاد گرفتم و دکرور خودمون دادیم دیگه. بعد آستا آستا قرار شد که نمایشگاه بیاییم کمی رونمایی کنیم از هنرهای خود که مردم بفهمن که ما همه خانم ها میتونیم این کارا رو انجام بدیم. مثلا دقیقا پیامشتون به وطنهایتون به دولت چیه؟ از دولت میخواییم که هنرهای ما رو ببینن و تقویت کنن. خانمایی که توان ندارن، شاید ما سرمایه کوچک داشتیم ولی هنرهای ما بسیار است، ولی هیچ کس نمیبینم، میخواییم ببینم. دقیقا. دوستای عزیز، خانم ها را باید حمایت کنیم و همچون کسایی که کارهای خلاق میکنن، صنایع دستی جور میکنن، و حمایت شما وطنان عزیز نیاز دارن. از صنایع دستی خانم ها استفاده کنیم تا کشور ما به خودکفایی بره. واقعا زنان قهرمان هستن. در مصاحبه بعدی هم براتون گفتم همکار ما فعلا که کامره را میگیره، او هم یک خانم است که ما افتخار میکنم. دوستای عزیز، تا آخر برنامه با ما باشین، چینل ما را سابسکرایب، لایک، شیر کنین. منتظر نظریات پیشنهادات شما هستیم. فعلا یکی از امی دوستای ما در یکی از مکانها یک جایی بودیم، البته چاشت که میشد میرفتیم پیشان، ترشی چپنی میگرفتیم، در اتحادیه جوانان یک جایی بودیم، عمود خب پیشان میریم، مصاحبه شان میگیریم در فتنی. سلام سلام، بخیر، صدای من را شنید، خنده میکرد. سلام سلام، جور بخیر. صدمن یکی از کسایی هستن که
چاشت ما وقتی که دیگ در انجمن سینماگران پخته میکردیم پیش از نو باز یک قوه که میبردیم که به ما ترشی چتنی یاوته. سلام خوب هستیم؟ سلام در خدمت هستیم. علیکم سلام. سلام علیکم به شما. خوب هستیم؟ تشکر. سلامت. چی پایی شد که در نمایشگاه اشتراک کنی و چقدر وقت میشه این کار شروع کردی؟ چقدر کارمند دارین؟ من میفهم البته بیننده های عزیزم میشه برش معلومات بدین. از ما حدوداً 16 سال میشه که در بخش تجارت کار میکنم. در بخش های مختلف سابق کار میکردم. دیگه تجارت میکردیم لباس همراه زیورات. دیگه حدوداً 8 سال یا حدوداً 10 سال میشه که شرکت ترشی چتنی مربا جور کردیم. چتنی است، چتنی سبز، چتنی سار، خاچار اوری، مربای آلو بخارا، تمام من سپرمتای شهر کابل فروشات داره. بسیار خوب. میشه بگین که اوری در ظرف چقدر وقت آماده میشه و ترشی در ظرف چقدر وقت مربا؟ مربا در ظرف 2 روز آماده میشه، آچار اوری در ظرف 20 روز آماده میشه. در ظرف 20 روز. و فکر کنم زحمت خیلی زیاد هم داره. بله بله، بسیار زیاد زحمت داره. دیگه همه تو این زحمت راحتی نیست. نیست دقیقا. دوست های عزیز یک همکار دیگه ایشان نیست، خانم فوزیه کوام، خیلی زن مهربان است. اگر ایجا می بود صدا میکرد که قادری بیایی. خودتان مهربان هستین، خودتان خوب هستین. پیامتان به بیننده های عزیز مهربان میدیا و دولت هموطنهایتان چی است؟ پیام مایی، پیام ما تنها نیستم، تمام خانم های تجارت پیشه است که صادرات واردات از خارج بند کنن. می صادرات خود ما بهترین چیزا از در کشور خود ما تمام چیزا تولیدات می تانیم که صادر کنیم. تمام سپرمت شهر کابل در ولایت ها دیگه خارج هم این بند شود، دیگه یک مارکت دائمی بر ما جور شود. می خواهشات دقیقا. دوستای عزیز، تولید وطن افتخار وطن، از تولیدات داخلی استفاده کنین، بخصوص از خانم های مبارز. با ما باشین. دوستای عزیز مهربان میدیا، شما را بازم خوش آمدید میگیم. قسمی که میبینین تمامشان لباس های گند افغانیست. البته همکار ما پشت کمره ساده است، از اوجه اشاره داره که یکی ازی به ما بگی که برش میگم اول همی ویدیو را بگیریم، بعد از او پاسکت میتونیم. میریم با رئیسشان معرفی میشیم و چی پلانایی دارن در آینده و چقدر کارمند دارن. سلام، وقتتون بخیر. زنده باشین. تشکر از شما. احمد قاضی زاده هستم، مسئول نمایشگاه مهتابان. این از آدرس نمایشگاه آمدیم، یعنی تولیدی و نمایشگاه داریم. بسیار خوب. چی باعث شد که شما دم چون یک نمایشگاه اشتراک کنیم؟ والا من چون از ابتدای کارم به نمایشگاه اشتراک میکنم و نتیجه رشد کارم به اشتراک به نمایشگاه دیدیم. بسیار خوب. میشه معلومات بدین چقدر وقت میشه که این تولید لباس های گند افغانی را شما ایجاد کردیم؟ مدت 2 سال میشه بیرات ما تولید لباس سنتی را شروع کردیم و همچنین لباس رسمی را کار میکنیم. خوشبختانه از ابتدا کار شروع کردیم، امروز نتیجه خوبی داریم که به همچنان نمایشگاه میتونیم اشتراک کنیم. به ابتدا نمیتونستیم، حتی به داخل خود ولایت هم بیرات هم که بود ما نمیتونستیم به نمایشگاه اشتراک کنیم، امکانات ما کم بود، نمیتونستیم آمادگی داشته باشیم. ولی خوشبختانه که آمادگی رو میتونیم داشته باشیم که از هزینه شخصی خود آمدیم و به نمایشگاه اشتراک کردیم. بسیار خوب. میشه معلومات بدین کسایی که لباس ها را آماده تهیه میکنن خانم ها هستن، آقایان هستن؟ ما از ابتدا کار ما پرسنل ما خانم ها بود، از بخش دخت و دوست تا بخش دیزاینری تا بخش مارکتینگ و همچنین مدیریت، فقط خودم که مسئول هستم. در غیر از اون مکمل سیستم کاری ما رو خانم ها پیش میبره. دوستای عزیز، بازم جای خوشبختی است که خانم ها تمامش آماده کردن و تمامشان خانم ها هست، البته کاریگرایشان و یک مدیریتی که میکنه جناب ایشان هستن که واقعا من افتخار میکنم بالای خانم ها. همکار تکنیک ما هم خانم است که ویدیو گرفته میره، امیل خنده کده میره. پیامتان به همتان های عزیزتان چی است و پلان های بعدی شما چی است؟ بیان مثل لباس پوشیدن را از قرب تقلید میکنن. اگر گفته میتونیم سیستم زندگی کردن را بعضی بیان مثل غربی ها امروز هم به افغانستان فکر کنن، به کشور خود فکر کنن، به آینده افراد که به کشور زجر میکشن، درد میکشن فکر کنن. دقیقا. از محصولات داخلی من نمیگم که حتما بخش لباس در که من دارم از بخش لباس نی، بل عموم از محصولات وطنی استفاده بکنن. دقیقا. تا که زمینه کار برای هموطنهای ما فراهم بشه. یک سوال به من خلق شد
همکارایتان لباس های کند افغانی پوشیده، شما دیریشی باید همیشه خودتان یک لباس افغانی میپوشیدید. من گفتم میتونم از طفلیت یک علاقه خاص به دریشی داشتم. دریشی من که هستم گفتم میتونم ساخت وطن است. ولی ها تولیدات داخلی است. ولی من همه چیز دل خود خوش میکنم ولی یک علاقه خاص به لباس به دریشی دارم از طفلیت. خب بسیار خوب. باز هم تولیدات داخلی است. افتخار ماست. تشکر. سلامت باشین. به امید موفقیت باشین. تشکر. دوستای عزیز با ما باشین تا آخر برنامه از تولیدات داخلی افغانستان دیدن کنین. چینل ما را سابسکرایب، لایک، شیر کنین. منتظر نظریات شما هستیم. خوشبختانه در بعضی از نمایشگاه ها در بعضی از کشورهای جهان مقام اول گرفتن. از جنابشان میپرسیم با ما خود معرفی کنن که چقدر سرمایه گذاری کردن، چقدر کارمند دارن. سلام، وقتتون بخیر. سلام علیکم برادر عزیز. صفی الله قادری هستم، رئیس شرکت قادری زعفران. به به قادری. البته دوستای عزیز، هموطن ماست، سرمایه گذار ماست، دوست خوب ماست، نام قادری هستن. قادری عزیز، میشه معلومات بتین درباره زعفرانتون؟ چقدر وقت میشه زعفران کش کردین یا چقدر وقت میشه سرمایه گذاری کردین؟ ما از برندی که به نام قادری زعفران است 4.5 ماه میشه که به فعالیت آغاز کردین و قبلا به دیگه برند بود کار میکردین و کشت از این هم که به هرات میشه. پروسس و بسته‌بندی از کلا به هرات میشه. دفتر مرکزی و پروسس سنتر ما هم به هرات است. کشت از خود ما است، از ولسوالی پشتون زرغون هم هست و گاهی اوقات زعفران ولسوالی قوریان را ما خریداری میکنین و پروسس و بسته‌بندی از این خود ما انجام میدین. بسیار خوب. چقدر کارمند دارین قادری عزیز؟ ما 30 نفر از خانم ها را در بخش پروسس دارین و 21 نفر نماینده دارین به کشورهای خارجی برای ما مارکتینگ انجام میدن و 8 نفر مجموعه کارمندایی است که در دفتر خود ما کار میکنن و بیش از 200 نفر دواقینه که ما همراهی از اونا وصل هستیم. دوستای عزیز، باز هم بسیار گپ جالب است که 20 نفر از خانم ها همراهی از اینا کار میکنن. واقعا جای افتخار است. خانم ها یعنی در هر کار مهارت دارن اگر برشان خانواده ها وقت بده. قادری صاحب، ایره بگوین بازار زعفران خارج از افغانستان چطور است؟ بازار زعفران خوب است. خب متاسفانه موضوع کرونا شد و صادرات کمتر شد، پروازها بسته شد و دیگه یک مشکل کلان دیگه هم داریم ما که بعضی از تجارای ما زعفران را از ایران خریداری میکنن و این مشکل کلانیه که حال قیمت زعفران خیلی پایین آورده. یک طلای افغانستان است، باید قیمت ازی زیاد باشه. یک وقت ما 1 کیلو زعفران خریداری میکردیم از دواقین به 1,30,000 افغانی، ولی متاسفانه ما حال 1 کیلو زعفران را از دواقین خریداری میکنیم به 30,000 تا 35,000 افغانی. یک مشکل کلان به اقتصاد کشور ما را بیخی پایین آورده. خواهش ما از دیگر تجارا ای است که محصولات خود پیشرفت بدن و از محصول خود افغانستان استفاده بکنن و خودداری کنن از اینکه زعفران را از دیگه کشورها خریداری میکنن، چون کیفیت زعفران ما خیلی یک کیفیت بالایی داره و ارگانیک از زعفران افغانستان. بسیار زیاد تشکر. مهربان میدیا در خدمت دانست. اگر کدام پیام خاص داشته باشه. تشکر از شما و تشکر از اتحادیه تاجران و سرمایه گذاران افغانستان که ایره معیا ساختن برای ما و ما بتونستیم به این نمایشگاه شرکت بکنین و از دفتر کواردیت که باز هم اونا ما را حمایت کردن و ما را قرفه دادن به این جگاه. امیدوار هستیم که از این نمایشگاه بیشتر برگزار بشه تا ما بتونیم پروژه های کلانتری را دریافت بکنیم. دوستای عزیز، دقیقا تولید وطن، افتخار وطن، دجوان خوان زعفران. ما یک شب می خورم به نمایندگی همگی شما. واقعا بسیار مزه دار است. چینل ما را سابسکرایب کنید، لایک. منتظر نظریات پیشنهادات شما عزیزان هستیم. باز بازم شما را خوش آمدید میگیم. قسمی که شما میبینین صنایع دستی است که واقعا چیزهای بسیار جالبی ساختن. البته خودم هم زرگر هستم که اینا از پیششان پرسان میکنم و همراهشان معرفی میشیم که یک کره و گوشواره انگشتر چقدر وقت در بر میگیره تا که جور میشه و بازار زرگری در افغانستان چطور است؟ سلام، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما بخیر. میشه بعد این دایسی سودا معرفی کنید؟ سلام علیکم، ایمان هستم از باشنده کابل.
ایمال جان چی باعث شد که شما در نمایشگاه اشتراک کنید؟ خب ما محصولات زرگری یا می ساختیم و خواستم که این محصولات در نمایشگاه بیاریم و مردم با این محصولات ذره ببیننش. بسیار خوب. میشه مثلا بر ما معلومات بدی که نمی انگشتر چقدر وقت در بر گرفت تا اینکه آماده شد و بازار زرگری چطور از کابل؟ این انگشتر مدت یک روز جور شده و بازارش خوب است. بازار زرگری خب نظر به شرایط افغانستان یه ذره مشکلات خود داره. بله بله. چقدر کارمند دارین؟ میشه معلومات بدین چقدر سرمایه گذاری کردین و پیام شما چی است در همچون نمایشگاهی که هموطنان ما اشتراک میکنن از صنایع دستی خود استفاده کنن یا خیر؟ بله از صنایع دستی خود استفاده کنن. ما گفتین تیم ما یک تیم 10 نفره هستیم که زرگرا و حکاک هستیم که کارا را شروع کردیم و در به مبلغ 1,000,000 افغانی را ما سرمایه گذاری کردیم و این کار را شروع کردیم. تشکر از شما، موفق باشین. باز هم دوستای عزیز براتون میگم از تولیدات داخلیتون استفاده کنین تا کشور ما به خودکفایی بره. تا آخر برنامه با ما باشید. تشکر. عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگم. به مهربان میدیا خوش آمدین. قسمی که شما میبینین ما یکی از مکانهای قرار داریم، بخش تبلیغاتی است که همراه مدیرشان یا مسئولشان معرفی میشیم. میشه خودت معرفی کنین دوست عزیز؟ بله چرا نه. اسم من مسیح پوپال است که شرکت تبلیغاتی افغان امریکا و بخش ندا مسئولش میباشم. بسیار خوب. شما چی را تولید میکنین؟ بخش چاپ است فکر کنم. از ما بخش چاپی هم است که به شکل و پروموشنال آیتمز هم است و بخش تبلیغاتی هم است که در هر سای بلبورد هایی که در داخل شهر است و ولایات ما تقدیم میکنیم و خدمات چای را میکنیم و در غیر از او بخش اینترنت هم است، خدمات اینترنتی را هم ارائه میکنیم. بسیار خوب. میشه بگوین که چقدر کارمند دارین و وقتی که چی باعث شد که در نمایشگاه اشتراک کنین و چقدر وقت میشه فعالیت دارین؟ خب ما در حدود از 200 کارمند بیشتر کمپانی ما دارن فعالیت میکنن در چند عرصه دیگر هم و باعث از این که ما در این نمایشگاه شرکت کردیم بخاطر رشد تجارت و ارزان نمودن خدمات و معرفی خدمات ما به همشهریان و خارجی هایی که از بیرون میان بازدید میکنن تا بدانم از خدماتی که ما داخل کشور ما داریم مستفید شوند، بفهمن از خدمات ما آگاه شوند. دوستای عزیز یک شوخی میکنم همراه دوست ما. ما یک بنر کار داریم، آیا میشه با ما رایگان چاپ کنین یا خیر؟ بین برد. خوب با خاطر که ما خدمات تکس پرداخت میکنیم خیر، مشکل نیست. همو تکس فقط چیز میکنیم دیگه شما را حت میکنیم. شوخی کردم. پیام شما به هموطنان عزیز به مهربان میدیا چیه؟ پیام مهمی است که در میتونه نمایشگاه شرکت داشته باشن و بتانن محصولاتی که دارن و خدمات دارن و تمام همه را آگازیش بسازن تا بتانیم ما رشد داخلی خود را پیشرفتر بسازن. دقیقاً. دوستای عزیز تا آخر برنامه با ما باشین، ببینیم که دیگه چی تولیدات داخلی در افغانستان داریم با شما نشان میکنم. تشکر.